این روزها علی دایی دوباره توی سرخط خبرهاست. چی شده که آقای گل جهان دیگه سکوت نکرده و چرا صحبتهاش اینقدر بازتاب داشته؟ اگه میخوای بدونی علی دایی تو آخری مصاحبه چطوری از مسئولی انتقاد کرده و چه حرفای جنجالی زده، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین، چون نه تنها به گفتگوهای تند و تیز علی دایی میپردازیم، بلکه نگاهی هم به کارهای اجتماعی تاثیرگذارش خواهیم داشت. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. علی دایی، مردی که سالها عنوان آقای گل جهان رو با افتخار یدک میکشید، حالا نه تنها توی فوتبال بلکه توی مسائل اجتماعی هم یه چهره تاثیرگذار و مهم شده. کسی که تا همین چند وقت پیش فقط رونالدو و مسی تونستن رکوردشو بشکنن، اما دایی فقط یه فوتبالیست نیست، اون به واسطه حضورش در مسائل اجتماعی چهره شناخته شده و محبوب تر شده. حالا بیایم ببینیم علی دایی که اینقدر کم مصاحبه میکنه چی باعث شده تو مصاحبهش با همشهری آنلاین به شکلی تند و تیز از بعضی مسئولی انتقاد کنه. دایی تو این مصاحبه از اتفاقات اخیر بازی تیم ملی با قرقیزستان شروع کرد. هوادارها تو ورزشگاه به جای تشویق تیم اسم دایی رو صدا زدن، ولی خود دایی مخالف این بود که وسط بازی تیم ملی کس دیگه ای رو تشویق کنن. به نظرش وقتی تیم ملی داره بازی میکنه باید همه انرژی ها برای حمایت از سرمربی و بازیکن ها باشه، چون موقعیت تیم ملی به همین حمایت ها بستگی داره. علی دایی اعتقاد داره که نمیشه با یکی دو بازی قضاوت کرد و تیم ملی هنوز نیاز به زمان داره تا خودش رو ثابت کنه، اما این فقط یه بخشی از ماجراست. موضوع وقتی داغ‌تر میشه که دایی به سراغ مسائل اجتماعی میره و از مسئولی میخواد که به جای تمرکز روی کشورهای دیگه اول به مشکلات مردم خودمون رسیدگی کنن، مخصوصا بعد از حادثه تلخ معدن طبس. دایی با دیدن فیلم هایی از اعتراضات کارگران که مشکلاتشون رو به رئیس جمهور وقت گفتن به شدت ناراحت شده و اعتقاد داره که اگه همون موقع به این مسائل رسیدگی میشد شاید این حادثه وحشتناک هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. دایی با تندترین لحن ممکن میگه نمیشه که با یک تسلیت ساده همه چیز رو فراموش کنیم، باید بریم کنار این خانواده ها بشینیم و بهشون کمک کنیم، مسئولین باید جوابگو باشه. علی دایی همچنین به مشکلات امنیتی اجتماعی هم اشاره میکنه و به نظرش باید امنیت شغلی و اقتصادی مردم تامین بشه و این وظیفه دولت و مسئولینه که به جای پرداخت به مشکلات کشورهای دیگه اول مردم خودمون رو دریابن. اون میگه ما از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستیم، ولی چرا مردم ما باید تو این وضعیت زندگی کنن؟ چرا کارگرهای معدن با حقوق کم بدون امنیت شغلی باید جونشون رو به خطر بندازن؟ دایی معتقده که چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه و باید اول به فکر مردم خودمون باشیم. نظر شما چیه؟ شما هم با حرفای علی دایی موافقید که باید اول به فکر مردم خودمون باشیم؟ تو بخش نظرات برامون بنویسید. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. علی دایی نه تنها توی حرفاش تند و تیزه، بلکه توی عمل هم نشون داده که همیشه به فکر مردم بوده. آخرین حرکت انسان دوستانش سفر به یاسوس برای دیدار با یه جوان معلول بود که آرزو داشت علی دایی رو از نزدیک ببینه. دایی با اینکه وقت خیلی کمی داشت ولی این کار رو انجام داد و به دیدار اون جوان رفت. این نوع کارهای خیرخواهانه که توسط دایی و همسرش انجام میشه باعث شده که علی دایی جایگاه اجتماعی خیلی بالایی داشته باشه. او میگه که این لطف خداست که چنین جایگاهی بهش داده شده و امیدواره که همیشه بتونه در خدمت مردم باشه. در ادامه مصاحبه علی دایی به انتقاد از وضعیت کارگران و مشکلات معیشتی اونها میپردازه. او میگه که کارگران معدن با حقوق ناچیز 10 تا 15 میلیون تومانی در شرایط بسیار خطرناک کار میکنن و وقتی حادثه مثل انفجار معدن طبس اتفاق میفته کسی به درستی پاسخگو نیست. اون از مسئولین میخواد که به وضعیت خانواده های قربانیان رسیدگی کنن و حمایت مالی دراز مدت ازشون داشته باشن. دایی میگه این فقط یه حادثه نیست بلکه فاجعه ایه که تمام جامعه رو تحت تاثیر قرار داده. چطور میشه این مسائل رو فراموش کنیم و فقط به کشورهای دیگه فکر کنیم؟ بعد از صحبت‌های اجتماعی دایی نوبت میرسه به نگاهش به فوتبال. او پرسپولیس رو تیمی میدونه که روز به روز بهتر میشه و معتقده که اگه مشکلات خط حملهش حل بشه میتونه همه تیمها رو شکست بده. همچنین درباره جواد نکونام و
فشارهایی که روی او در استقلال دایی معتقده که باید آرامش به تیم‌ها و مربی‌ها برگرده تا بتونن موفق بشن. دوستان عزیز، اگه هنوز همراه ما هستید و این ویدیو رو تا اینجا دیدید، حتما سابسکرایب کنید تا هیچ وقت ویدیوی جدید رو از دست ندید. از نظرات شما همیشه استقبال می‌کنم. پس فراموش نکنید نظرات خودتون رو برامون بنویسید. در پایان این مصاحبه چیزی که مشخص اینه که علی دایی همیشه به فکر مردم بوده، چه تو فوتبال و چه تو مسائل اجتماعی. انتقادهای تندش از مسئولین و دغدغه‌اش برای مشکلات مردم نشون میده که دایی فقط یه چهره ورزشی نیست، بلکه یه چهره اجتماعی با مسئولیت‌های بزرگتر. اگه از این مصاحبه و صحبت‌های علی دایی لذت بردید، حتما لایک کنید، کامنت بذارید و ویدیو رو به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر نظرات شما هستیم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.